گزارش روزنامه خراسان از یک اتفاق وحشتناک در چاندی. ماجرا مربوط به تولدی است که تبدیل به یک فاجعه شده. ماجرا رو از قول یکی از شاهدان براتون روایت میکنیم. ما قصد داشتیم برای یکی از همراهانمون جشن تولد برگزار کنیم تا اون زن 35 ساله غافلگیر بشه. بعد از یه مسافتی هوا تاریک شد و بعضی از زنایی که همراهمون بودند از رفتن به خانه باغ جلگه‌ای منصرف شدند. وقتی موضوع رو با سین در میون گذاشتیم، اون اصرار میکرد که اونجا همه امکانات فراهمه و در واقع از بازگشت ما جلوگیری میکرد. در همین حال بود که ناگهان حدود 10 نفر که سوار بر یک دستگاه پراید و چند موتورسیکلت بودند با قمه و چوب و چماق اطرافمون رو محاصره کردند و با تهدید از ما خواستند به سوی خانه باغ جلگه‌ای حرکت کنیم. یکی از اونها که میم قین نام داشت برای عملی کردن تهدید خود با ته دسته کارد ضربه‌ای به سر الف زد. در حالی که دیگه چاره‌ای نداشتیم به همراهی اونها به سوی خانه باغ جلگه‌ای به راه افتادیم. هوا کاملا تاریک شده بود که ما را به اون خونه وحشتناک بردند. یکی از اونها به زن 35 ساله‌ای که همراه ما بود گفت تو باید قربانی دیگران بشی. اگر به خواسته های ما تن بدی با زنان و دختران دیگر کاری نداری. 2 نفر از اون شیاطین زن 35 ساله رو به پشت خونه بردند و راننده پراید رو نیز نزد خودشون نگه داشتند. ما هم از این فرصت استفاده کردیم و در تاریکی شب از اونجا گریختیم. با ورود نیروی عملیات ویژه اداره پلیس مشهد به ماجرا، زن 35 ساله که برای روشن شدن برخی زوایای تاریک این پرونده دوباره به تشریح ماجرا پرداخته بود، در اظهاراتی تکان دهنده اضافه کرد: وقتی 2 نفر از شیاطین من را به پشت اون خونه بردند و حدود 45 دقیقه من را آزار دادند، دیگر همراهانم از محل گریختند، اما وقتی دوباره به داخل اتاق بازگشتیم 2 نفر دیگر از آنان به طرز بی‌شرمانه‌ای به آزار من پرداختند. وقتی به مرد 45 ساله که واوساد نام داشت و برای اون افراد شیطان صفت مشروب تهیه کرده بود گفتم نگذارد بیشتر از این مرا آزار بدهند، با وقاحت گفت تا حالا که تحمل کردی باز هم تحمل کن. در پی اظهارات این زن جوان که مدعی بود همسرش پس از شنیدن ماجرا 2 بار دست به خودکشی زده، ماموران عملیات ویژه در اقدامی هماهنگ و غافلگیرانه موفق شدند طی چند روز گذشته برخی از عاملان اصلی پرونده آدمربایی و تجاوز به اون را دستگیر کنند. این افراد در مواجهه حضوری با زن 35 ساله شناسایی و با صدور قرار قانونی از سوی قاضی دشت با روانه زندان شدند تا تحقیقات بیشتری درباره زوایای تاریک این پرونده صورت گیرد.